حتی خداوند عیسی مسیح با کلام سخت با ملایان زمان خودش صحبت میکنه. اگر رجوع کنیم به انجیل متی 23 که وقت نیست نخواهم خون، شما با این جملات نیز روبرو خواهی شد. ای که اعلام میکنه به فریسیان، صدوقیان، کاتبین، کاهنان در اون زمان، که اینها هم کنار کی بودن؟ اینها کنار دولت روم بودن و نفوذ داشتن، یعنی به نوعی دولتمند بودن، اونقدر نفوذ داشتن که عیسی مسیح رو تا پای صلیب بردن همین فریسیان. پس عیسی مسیح به نوعی در برابر این دولت هم ایستاده بود. این گونه نبود که ما تصور بکنیم که عیسی مسیح فقط نگاهش بود به مردم مذهبی و با اونها صحبت میکرد. اگر این گونه بود مسیح هرگز روی صلیب نمیدفت. یعنی این قدرت رو نباید فریسیان و صدوقیان داشتن که عیسی مسیح رو روی صلیب ببرن. پس اونها هم به عنوان دولتمندان زمان روم نیز بودن. اعلام میکنه ای ریاکاران، ای کسانی که اموال بیوه زنان را میبلعید. این خطاب مسیح هست به تمام فریسیان. ای کسانی که مانی دخول مردم میشید به ملکوت خدا، ای دلیل رفتن مردم به جهنم. پولس رسول رو اشاره بهش میکنن که در این نامه رومیان 13 اعلام میکنه این خدا هستش که قدرت ها رو میذاره، حکومت ها رو میذاره. آمین که خدا قدرت ها و حکومت هایی رو که میذاره حکومت های خوبی هست نسبتا، ولی حکومت های مانند جمهوری اسلامی رو هرگز خدا نمیذاره. و اگر پولس رسول امروز بود در برابر این نظام می ایستاد. این رو من بیهوده نمیگم، میخوام از کلام خدا استفاده کنم در این رابطه. پولس رسول زمانی که برای بشارت به قبرس میره با فرماندار رومی به نام سرجیوس ملاقات میکنه. جادوگری در کنار او هستش که حتی ادعای پیغمبری هم نیز میکرده که من پیغمبر هستم، و به نوعی میتونیم بگیم که در اصل مشاور او بوده، در اصل به عنوان یک دولتمند کنار اون فرماندار ایستاده بوده و داره صحبت میکنه، ازش مشورت میگیره. چرا اجازه داده اون کنار او باشه؟ ولی زمانی که پولس رسول میاد و هدفش این هست که بشارت بده، این شخص جادوگر، این که نبی کاذب بوده، مخالفت میکنه. در اصل این شخص دولتمند، همان گونه که عزیزان دولت جمهوری اسلامی مخالفت با کلیسای بیدار ایران کرد، اعلام میکنه پولس رسول. حالا پولس رسول داره به اون شخص میگه، میگه ای پر از هر نوع مکر و خباثت، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، باز نمیستی از منحرف ساختن طریق راست. خداوند الحال دست خداوند بر تو هستش. این دولت جمهوری اسلامی ایمانداران مسیح رو زندان کرد، کشیش ها رو کشت، در کلیسا رو بست. آیا به من بفرمایید آیا این نظام اسلامی عملش بدتر بود یا این شخص جادوگر که زمانی که پولس داشته صحبت میکرده اینه میپرده تو صحبتش میگفته نه این حرفا درست نیست، کدوم بدتر بوده؟ نه میخوام از همه تون بشنوم. نظام جمهوری اسلامی. پس همه با هم یک صدا بگیم سرنگون باد این نظام اسلامی در نام عیسی مسیح. آمین. خواهد شد. چرا؟ ببینیم بقیهش رو چی میگه. اعلام میکنه الحال دست خداوند بر تو است و کور شده آفتاب را تا مدتی نخواهی دید که در همون ساعت قشاوت و تاریکی او را فرو گرفت و دور زده راهنمایی طلب می کرد. یعنی کور شد، حقیقتا کور شد و به دنبال جا می رفت. پس والی یعنی اون فرماندار چون آن ماجرا را دید از تعلیم خداوند متحیر شد. می دونید چی شد؟ میگه ایمان آورد. هللویا. اگر ما کلیسا، همه کلیساها، شبانان محترم کلیساهای دیگه، تمام کلیساها کنار هم بیستیم و برای سرنگونی این نظام دعا کنیم، این نظام سرنگون خواهد شد. ما ایمان داریم و مطمئن هستیم که خداوند در این قسمت همه ما رو برکت خواهد داد.